Je fais encore une session, après je te... شمه از خلقیات ایشون شرط دادم اینجام گمان میکنم یه بار یه اشاره کردم ایشون یه دستوری که میفرمان هیچ برو برگرد نداره بایستی اجرا بشه بنده ایشون غیر از لطف فراوانی که من دادن غیر از اینکه برای همه میفرستن دعوتنامه برای من دعوتنامه کتبی هم میفرستن تلفن هم میدن تلفن که زدن باز مثل همیشه یادم آمد که چی بگم چی نگم واقعیت رو گفتم گفتم خانم جان من که میدونی چقدر عشق و علاقه دارم دوستان رو که خیلی وقتم هست ندیدم به علت کتالتم بیام ببینم و هر کدومشون دیدارشون برای من یک عید دیگه نوروزی است و یاد شعر سعدی که میگه نظر به روی تو هر بامداد نوروزی شب فراق تو هر شب که هست یلدایی است با من و شروع کردم که آقا خانم جانم من علاقه رو دارم اون تا میدونید که این آرتروز پای من همچنان باقی و شدیدم شده آخه میگم کمرم هم که میدونید لومبارتروز آخه حالا از اینا گذشته بدتر از همه من این آرتروز گردنم هم اون کرده و سرم نمیدم دکم بدم بمیرم الهی من هفت منتظرتون همه اینا رو گفتم که بندر ما در نتیجه این بارم که الان فرمودم بیاد یه صحبتی بکن من صحبت خاصی ندارم غیر از این که تبریک نوروز بگم و این کتابم که من هنوز ندیدم یعنی الان پشت جلدشو فقط دیدم هر شبت صندوق لعنت نمایشنامه در سه پرده برگرفته از حکایت مولانا منطقه تنها بزرگترین و تنها ایرادی که الان میبینم که آقای بهمن امینی نازنین آقای بهمن امینی آقای بهمن امینی نازنین که من واقعا براش احترام و عزت و فوق العاده قائلم آرزومندم که همه جوانا مثل ایشون باشن در هیچ جمعیت فرهنگی و فعالیت فرهنگی نیست که ایشون نباشند یا فرهنگ یا فعالیت هایی که سیاسی است به نفع دموکراسی و همیشه برای ایشون نهایت احترام داشتم و بسیار خوشحالم که این لطف کردن این نمایشنامه کوچیکی که من نوشتم چاپ کردم اما از این گذشته من نمیدونم حالا این نمایشنامه چجوری برای شما دو سه کلمه بگم راجبش مولانا شما میدونید که در ضمن کتاب ها اینجا کتاب هستش چند نسخه رو آقای امینی لطف کردن آوردن
ایران ایراد اصلی که میخواستم روش بگیرم این پزشک زاد سرهم نوشته آدم اسمهایی که معنا دارن میدونید اینها رو نباید اینطوری به هم چسبونن به کلی غلط پزشک زامن پزشک زاد یعنی زاده پزشک این به اون آدمی که آمده این شناس آماره گرفته خواسته تا ابد بچه هاش لااقل این چیز داشته باشن بگن بابا اون پزشک بوده به خدمت جامعه کرده یا فرض کن یه نفر یه شغل دیگر بگذاری اما مولانا میدونید که راجع به طنز فاخر و فخیم مولانا خیلی کم مطالعه شده و من چند بار سخنرانی در امریکا داشتم راجع به این موضوع ولی هیچ وقت فرصتی نشده که اینا رو جمع و جور بکنم و بنویسم این حکایتی که من از بر اساسش یک نمایش نامه نوشتن این نمایش نامه برای این نیست که حالا شب عید گفتنش البته شاید نباشه یک قاضی چند وقت پیش در ایران یه حکمی داد که من تکون داد و این حکایت رو که من از مولانا نقل کرده بودم به صورت یه قصه کوچیک این رو به عنوان دقیق دلی به صورت یه نمایشنامه در سه پرده تنظیم کردم اما مسئله اینه که این خانومم چندین ساله که دنبال یه سپایه اگه نگرفتی گرفتی یه توموز هم تو دستش نماشه اصلا اینو من برای شما دست نماشه این که دست نماشه بزنیم برای شما گرفتیم خوچارم هم که درست نمیدینه خوچارم میگم که خانم جانم من حالا فرض کنیم با همه این گرفتاری ها آمدم خدمتون با تاکسی میام ولی آخر شب شما یه تاکسی صدا میکنید چون این کوچه‌تون به قدر همه آبادی دوره این خیابونتون میگن که نه اون بیا یه ایبی نده خودم میرسه بعد دیدن یه باده حرف بزن رامه این میرسونن نرده بی حالا تمام حکایت عبارت مولانا یعنی حکایت مولانا که من در دو سه بیتش ببینید این شروع چیز این سه چهار بیت بشنوید ای دوستان این داستان خود حقیقت نقد حال ماست آن جوهی هر سال جوهی که میدونید یه پرسوناژ مسخره و موسیقی بوده که در تمام ادبیات ما از هزار سال پیش مکرر همه شعرا به خصوص عرض میکنم حکایت راجبه ساختن فکر میکنم هم یعنی نظر من اینه که اون جاهایی که میترسیدن بریزن سرشون آخوند و متعصبه جور و جور بریزن سرشون این از زبان جویی یا جویی حکایت کرده است شما دارید مثل اینکه فیلم منو برمیدارید ولی قطع کنم اگه محفظ هستین استاد بله عرض میکنم که حالا من یه چیز مثل مولا نصرالدین جویی هر سالی ز درویشی به فن رو به زن کردی که ای دل خواه زن چون سلاحت هست رو سیدی بگیر تا بدوشانیم از سید تو شیر قوس ابرو تیر غمزه دام کید بهر چه دادت خدا از بهر سید رو پی مرغی شگرفی دامنه شگرف رنزور البته چیز ساقچه لب مرغ چاق و چله شگرفی دام نه دانم بن ما لیک در خوردش مده شد زن او نزد قاضی در گله
که مرا یعنی زن چیز رو انتخاب کرد، یعنی به عنوان یه آدم ثروتمندی که برن کلا بذارن سرش، یک قاضی رو انتخاب کرد، شد زن زن او نزد قاضی در گله، که مرا افغان ز شوی ده دله. این قاضی رو انتخاب کرد. اینا برنامه شون بوده، همیشه زن خوشگل رو میفرستاده جوهی دنبال آدم های ثروتمند که یه جوری دلشون رو، موقع حساس شوهر سر میرسیده، بخت با زن من نه حسابی تیغ میدارن طرف، زنم یه قاضی رو انتخاب میکنه. منتها من قاضی عرض میکنم دقیق دلی که از یک قاضی داشتم برای اون ماجرایی که اشکل اصلا که دوباره تکرار نمی کنم، آوردم داستان در حال حاضر، در واقع یعنی جویی در حال حاضر میره و رئیس کل دادگاه انقلاب اسلامی رو دلبری ازش میکنه. البته حالا